حقیقت نبود، اوتو میکردم واقعا، یعنی صافش میکردم. خلاصه بریم سر اصل مطلب. آقا وقتمون تمومه، نزدیک به آخر برنامه هستیم و زیاد وقت نداریم. میخوام از شما یه سوال بکنم که آقا این کلمه جواد معنیش چیه که اینقدر افتاده تو زبان فارسی؟ شما میتونین معنی کنید واسه ما که این جواد یعنی چی، جواد به کی میگن و این کلمه رو ما خیلی میشنویم. تلفن ها باز برای شما و خطا آزاد، شما میتونید زنگ بزنید به شما تلفن استودیو 818-708-7070 و بگین که جوادی که همه میگن این جواد، این کفش جوادیه، این جواد لباس پوشیده و این آدم جواده یعنی چی، به کی میگن، چیه، چه کارهایی باید بکنی جواد محسوب میشی، چه کارهایی جوادیه، نمیدونم چه کاری بکنی جواد محسوب نمیشی، جواد در مقابل چی قرار می، جواد اصلا یعنی چی، از کجا اومده تو این کلمه زبان فارسی جواد تا اونجا که ما میدونیم یه اسم عربیه چطور شده جواد یه معنی های خاصی پیدا کرده. بله، اسکرینرهای عزیز شوی پرچونم و تلفن های شما رو میگیرن و بهشون خلاصه خیلی ساده بگین که میخواد چی بگید و میایم سریع روی خطو ببینیم. وقتمون تمومه، چند دقیقه به پایان برنامه بیشتر وقت نمونده و ما میخوایم ببینیم که جواد یعنی چی. خط چندو بگیرم؟ خط نگیریم. خیلی خوب، بله تلفن ها شروع شد. میخوام ببینیم که جواد یعنی چی. چون میدونی هر از چندی یه سری آدمی که میخوان تغییراتی در یک نسلی به وجود بیارند و این نسل رو با اینکه نشون بدن که این نسل فرق داره و متفاوته با نسل گذشته، این تغییرات ره به وجود میارن، این تغییرات ره به وجود میارن که بگن ما فرق داریم با نسل گذشته. مثلا باید بگی داف تا بدونن که مدرنی. مثلا قدیمترا شاید اسمای دیگه میگفتن ولی الان باید بگی داف، مثلا دیگه نمیتونی بگی چه میدونم چیزای دیگه که ممکنه یه مقدار شما قبلا شنیده باشین و الان نشنیدین. ما میخوام ببینیم که جواد یعنی چی. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی. سلام آقای پاکی. سلام قربان، بفرما. حالتون خوبه؟ من راجع به کلمه جواد تماس گرفتم که میگین که قضیه جواد به چه صورته. بفرما. جواد از کلمه جوادیه تهران میاد که معمولا بچه جوادی تهران شلوار شیش جیب ارتشی می پوشن، ارزم به حضور شما پیرن مشکی، یک ماشاءالله از ماشاءالله سر صورت پر ریش و ارزم به حضور شما اصلا میونه خوبی صورتشون با تیغ نداره. بعد این واژه، آره این واژه افتاده تو زبان فارسی که مثلا این کفشی که پوشیدی این بچه جوادی تهرانه، همشون هم عشق پیکان 63 نخودی رنگ دارن با لاستیکای مارشال دورسدی. رنگش هم مشخصه؟ رنگ پیکان، رنگ پیکان هم مشخصه. پیکان 63 تو ایران همه نخودی رنگه. بعد ارزم به حضور شما اینه که به پیکان میگن جواد، ماش پیکان آردی میگن جواد مخفی، چرا؟ چون موتورش پیکانه. جواد اینه که کنم جواد رو نسبت به بچه های جوادیه تهران دادن، دایده بچه های جوادیه تهران. حالا این بچه های جوادیه که شما انقدر واسه شون حرف درمیده، همه شون مگه اینجوریه لباس پوشیدن شون؟ همه شون اینجوریه. آه خیلی سخته. اصلا اونایی که مثلا عشق گنگ بنگی هن این تیپی لباس میپوشن، مثلا شرف شیجی به با دگمه های استیل نمیدونم ارزم بودو کفش پاشن قیصری و دیگه دور دستشون. جواد از اینجا اومده. پس این تو. خب شما از کجا زنگ میزنین؟ من از تورنت کالیفرنیا. از تورنت کالیفرنیا. خب باشه. خیلی ممنون تلفنت که گفت. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. بله آقا. دوستان عزیز، باید تشکر کنم از توجهی که شما به رادیوی 24 ساعته پرچونه تا حالا داشتید. رادیوی 24 ساعته پرچونه رو شما میتونید روی اینترنت گوش بدید
هیچ کاری نداره، فقط کافی بریم پرچونه.com، اصلا رو گوگل هم میتونین سرچ کنین پرچونه رادیو، رادیو پرچونه، پرچونه خالی، هر چی دلتون میخواد بزنین، پرچونه رو اشتباه بزنین، خلاصه میاد اینجا. و وقتی میره وبسایت پرچونه، رادیو 24 ساعت پرچونه هست که ما برنامه‌های امید ایران رو که وقتی ما تو امید ایران اجرا میکنیم لایو رله میکنیم رو رادیو. و الان اگر رادیو پرچونه رو بگیرین، رادیو 24 ساعت پرچونه رو از روی وبسایت پرچونه.com بگیرید، همین برنامه داره اونجا با 7-8 ثانیه تاخیر رلی میشه و واسه خودش رلی میشه. شما میتونید با تلفنتون، با کامپیوترتون، هر جایی که هستید این برنامه رو گوش بدید. و برای تماس گرفتن با هاتلاین پرچونم، ما سیستمی رو توی ایران راه انداختیم که شما بتونید در ایران کارت ویزا بخرید. کارت ویزا رو که میخرید اون وقت تلفن میزنید به هاتلاین پرچونه. این هاتلاین پرچونه است، 712-432-4242 هاتلاین پرچونه است. زنگ میزنین که به اصلاحات هم گپی زده باشیم. اگر سوالی دارین، مطلبی میخواین از عمو بپرسین، توی چاهی بری میفتی یا توی چاهی افتادی که من توش نیفتادم، 100 دفعه بهت گفتم، گفتی نه این برنامه یه مقداری مطالبی در این برنامه هست که یه مقدار مورد یه شکایت و مسئله هستش، برنامه رو گوش ندادی، حالا افتادی تو همون چاهی که من 100 دفعه گفتم، حالا میتونی زنگ بزنی با هاتلاین پرچونه از عمو بپرسی که چه اشتباهی کردی. خب هاتلاین پرچونه که زنگ میزنی باید از کریدیت کارتت استفاده کنی و برای خریدن کریدیت کارت ویزا هم چند دقیقه دیگه به شما یه شماره تلفن میدیم که دوستان رو صفحه واسهتون میذارن که شما بدونید که به کدوم شماره زنگ بزنید که از کی ویزا بخرید که بتونید هم خریدای مختلف بکنید هم به هاتلاین پرچونه زنگ بزنید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. سلام خسته نباشید. جواب دقیقاً یعنی گوشی آقای احمد مطهری. باز چی شد؟ آقای احمد مطهری. دلت ول کی هست احمد مطهری؟ احمد مطهری که بر واژه کرج. خب حالا ما چرا باید تو این برنامه‌مون هی به احمد مطهری توجه بکنین؟ من نمی‌فهمم. ولای احمد مطهری خب گفتی عزیز من، گفتی الان هم دمت گرم که گفتی، حرف دلتو گفتی آقا، خالی شد. حالا دیگه نگو، دیگه نگو، اونم برای خانواده خودت استفاده کن. و دیگه لطفا به شوی ما زنگ نزن، میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، یعنی اون چیزی که شما الان گفتی باید در خانواده خودت مصرف کنی، صرف خانواده محترم خودت بکنی که دیگه بدونی که وقتی توی تلویزیون عمومی زنگ میزنی و یک تلویزیون جنرال همه کشور دارن نگاه میکنن، خوراک خانواده خودت و اعضای خانواده رو دیگه بیرون اسمشو نیاری، همونجا باید بخورید و خوشحال باشید. سال نو مبارک بر شما باشه. هر شبت که ما داریم راجع به کلمه جواد صحبت میکنیم و انشالله که دیگه یواش یواش بتونیم تلفن‌های خوبی بگیریم. این کلماتی که میفته توی زبان، من فکر میکنم 99% از بیسوادی میاد. چرا بیسوادی؟ یعنی سواد مشقی میگم و سواد خوندن، نه به معنای اطلاعات عمومی یا به معنای دانش مچور شده یا چه میدونم تحصیلات عالیه، منظورم اون سواد نیست، منظورم سواد خوندن نوشتنه. هر کس برای زبان خودش ارزش قائل باشه و سواد خوندن نوشتن اون زبان رو یاد بگیره، اینجور کلمات رو وارد زبان نمی کنه. مثل سه مثلا، یعنی کار کردی سه شد. خب معمولا اینا رو بهش میگن street language. اینجا هم خیلی تو زبان انگلیسی خیلی کلمات هستش که شما تو هیچ کتاب انگلیسی نمی خونی، ولی وقتی میای تو یه کشور انگلیسی زبان، حالا به هر لهجه‌ای که میخواد صحبت بکنه یا هر زبان دیگه، چینی، چه میدونم، هندی، مطمئنم دارن، میری از تو استریت، از تو خیابون با افراد بی سواد که برخورد میکنی که سواد درستی ندارن، این کلماتو میندازن. و اکثرا هم برای این هستش که میخوان حالت متفاوت بودن خودشونو با دنیای قبلی که حالا اینا ازش مثلا یه 10 سال جوانترن یا 15 سال جوانترن نشون بدن. و این کلمات بزرگ زبان رو ایجاد میکنه، مثل چه میدونم همین چیزا، جواد و نمیدونم سه و اینجور کلمات. کلمات دیگه هم هست، مثل مثلا در و داف و اینجور چیزا. خب
و چرا میاد؟ به خاطر اینکه شما زبونتو لگد میکنی با این کار. بعدم میگی هنر نزد ایرانیان است و بس. بعدم میگی بچه های خود زبان فارسی بیاموزید. بعد طرف یه آهنگ میسازه به نام بیا برو حالشو ببر. بعد تمام این تلویزیون ها و رادیوهایی که اینقدر به فرهنگ ایرانی مثلا اهمیت میدن و سینه میزنن که ما به ایرانی افتخار میکنیم، آهنگ حالشو ببر رو پخش میکنه. حالشو ببر ما اصلا تو فارسی نداریم. لذت میبرن، حال میکنن، ها؟ میگن صفاشو بخور، نه میگن صفاشو صفا بکن، لذت ببر، حال بکن. نمیگن حال ببر، لذت بکن. خب ولی خب وقتی یه بیسواد میندازه جلوی کلمه ای رو، دو تا رقصم قاطیش میکنه که حالا بگذاریم که چه لجنی به اون موسیقی زده و به بقیه مسائل، کلمات مثل این سلیس و لطیف میونه بیسواده شروع میکنه به دور خوردن. خب چاره ای هم نیست. خیلی از آدم ها هستن که ممکنه مثلا دکتر باشه، مهندس باشه، جراح باشه، ولی سواد درستی از زبون خودش نداشته باشه. جراح مغز ممکنه باشه ولی ادبیات فارسی رو درست ندونه. و این کلمه دور میخوره. یه نفر مثلا فرض کن خلبانه، به این معنی نیست که آدم با سوادیه. خلبان استاده، خلبان جنگنده است، خلبان مسافربریه، خلبان هرچی که هست. در این معنی نیست که سواد فارسیش خوب باشه. یا اگه یه آدم آمریکایی هست که خلبان فرض کن جنگنده است، یا پرواز شاتل و پرواز میده، به این معنی نیست که ادبیات انگلیسیش درست و خوب باشه. خب و این که میگم این کلمه تو بی سوادی در میاد، منظورم آدمای بی سواد کنار خیابون افتاده، بی پول، بدبخت، بی خانمان، لات چاقوکش، اینا نیست. نداشتن سواد نسبت به زبان خودت این کلماتو توش رشد میده. خط چند بگیریم؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زوئر هستیم. بله بهروز در آقای احمد. شوی پرچونه بفرمایید. حالا اگه بشه اسکرینرها یه خورده مواظب باشن ما خط بد نگیریم هم بد نیست. شوهی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بله. زبان فارسی لجن توش و فوش توش ماندگارترین چیزه، زیباترین چیزه. و فارسی رو باید گرامی بداریم. همه ما هم افتخار میکنیم که ایرانی هستیم، اینم زبانمونه، زبان فارسی 5000 سال تمدن. این خب میگم، این خب خیلی خب. حالا میریم سراغ قضیه رادیوی پرچونر. من می‌خواستم یه چیزی به شما اعلام بکنم. این هفته که میشه پس فردا جمعه ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه لایو داریم. میدونید که رادیوی پرچونر 24 ساعته برنامه‌های پرچونر رو براتون پخش میکنه و ما هفته چند روز هم برنامه لایو داریم که یواش یواش اضافه هم میشه. مثلا الان شما دارید لایو گوش میدید از رادیو پرچونه، اگه ساعت 8 شب چهارشنبه هست به وقت لس آنجلس، ما 12 ظهر جمعه هم برنامه داریم که میشه 12 شب، و یک شنبه شب هم برنامه داریم ساعت 10 شب که میشه برای دوستان آمریکا و شرقی و غربی آمریکا ساعت خوبی هست، برای ایران هم تقریبا نزدیکای ظهر میشه. به هر صورت این برنامه رو ما فعلا داریم لایو اجرا میکنیم. این هفته موضوع ما این هستش که دخترایی که از خونه در میرن، فرار میکنن و با پسرها دیت میرن و با پسرها قرار میذارن علی رغم میل و اجازه پدرشون، مادرشون، پلیس، قانون، کتاب دینی، پیشوای مذهبی، پیغمبر و یا خدایی که قبول دارن، علی رغم حرف تمام اینا از خونه در میرن و با پسره دیت میرن و روابط جنسی و سکسی دارن. میخوایم بپرسیم که این برنامه خیلی جالبه، این برنامه رو از دست ندید. این برنامه رو ما از قصد داخل رادیوی پرچونه میذاریم که کسایی که دوست دارن این برنامه رو گوش بدن و این مسائل رو بدونن و بشنون، بتونن خودشون با انتخاب خودشون بیان رادیو رو گوش بدن که دیگه دردسر شکایت و ناراحتی و نجابت و نمیدونم بچه من شنید اینجا، خودش میخواست بره ولی پیش من شنید، خجالت کشید و اینا نباشه. خب به خاطر همین
ما این برنامه مسائل دختر و پسر و روابط جنسی و مسائل دیتی در واقع موضوعات واقعی روز رو ما ترجیح میدیم که توی رادیو پرچونه براتون بذاریم که شما بتونید به راحتی خودتون برید و گوش بدید. چطور میتونید رادیو پرچونه گوش بدید؟ porchune.com که وبسایتی هست که میبینید و یا هر جور دیگه روی اینترنت سرچ بکنید پرچونه، رادیو پرچونه میاد همون بالا صفحه اول و میتونید کلیک بکنید رادیو پرچونه رو گوش بدید و گاهی اوقات هم لطف کنید زنگی بزنید با هاتلاین پرچونه. اون تلفن رو دارین از هفته قبل که داشتیم 939 بود؟ داریمش. اگه باشه خیلی عالی میشه. اگه کسایی بخوان کارت ویزا بخرن که بتونن با هاتلاین پرچونه تماس بگیرن، این شماره تلفن هست که بله اون بالا نوشته ویزا کارت. کارت ویزا میتونین بخرین با شماره تلفن 939-752-2561 تماس بگیرین و آقای کوروش منتظر هستش که تلفن شما رو جواب بده. یه کارت ویزا میخرین، میتونین چیزهای مختلف برای خودتون تهیه بکنید، بخرید، رو اینترنت خرید بکنید، هر کی که کریدیت کارت میگیرن. ضمناً میتونید وقتی به هاتلاین پرچونه زنگ میزنید از اون کارتایی که خریدید استفاده بکنید و با هاتلاین پرچونه تماس بگیرید، چند دلاری هم به رادیوی پرچونه کمک بکنید. زمینه که با هم حرف میزنیم دقیقه یک دلار هم هزینه شه که به زودی، یعنی به زودی که ندیگه، عوض کردیم و منتظریم که شما زنگ بزنید. بله، برای تبلیغات در شوی پرچونه در آمریکا 310-896-7524 شما تلفن ما هستش که یک کلیپ آگهی مجانی، یک 800 نامبر مجانی، به اضافه یک اینترویو هم شما دارید که اگر بخواید با شوی پرچونه تبلیغ بکنید. ضمناً تبلیغاتتون در رادیو مجانی هستش. من خیلی باید تشکر کنم از تلویزیون امید ایران که این شرایط رو برای ما مهیا کردن که ما بتونیم حتی اگه شوی پرچونه رو به طریقی درست اینجا اجرا نمی‌کنیم، ولی حداقل جایی به شما نشون بدیم که شوی پرچونه ای که همیشه می‌خواستید ببینید و بشنوید چه درش تمام و کمال بدون هیچ ناراحتی و محدودیتی اجرا میشه اونجا و شما میتونید مسائلی رو که همیشه باعث جنگ و دعوا و دردسر بوده وقتی که از هر تلویزیونی هر جا پخش می‌شده، اونجا بدون جنگ و دعوا و دردسر راحت بیاین و گوش بدین. این هفته ما برنامه‌مون در مورد این هستش که دخترایی که جیم میزنن از دست بابا، سیبیل بابا اینجوری رفته چرخیده تاب خورده رفته تو گوشش، از زیر این سیبیل جیم میزنن، حالا یه کلاس زبانه یا میگن داریم میریم استخر یا داریم چی کار میکنیم، درس بخونیم یا هرچی، اینا وقتی میرن پیش پسرها، پسرها بالاخره میفهمه دیگه، یا خودشون یا پسرها به ما خبر میدن که چه کلکایی به باباها و مامانایی که مخالفت میکنن با اینکه دخترها برن با پسرها بیرون و هر کاری که دلشون میخواد بکنن، چه کلک هایی میزنن، چه بهانه هایی در میارن. در واقع موضوع صحبت ما اینه که چجوری زیر آبی میری و چجوری بابا رو دودرش میکنی. دودر که میدونی یعنی چی؟ دودر از همون کلمه هاست که مثل جواد و مثل سه و مثل نمیدونم در و دافه. خب گفتم که خدا ها خوشتون بیاد که کلمه فارسی شنیده باید. مثلا دودر یکی از کلمات فارسیه، مثلا داف فارسیه، بعد جواد فارسیه، سه فارسیه، ولی به یه نفر بگی محبت میگه محبت نه محبت. من از محبت های شما واقعا خوشحالم. بابا محبت نیست، محبته، من توزه عربیه. خب و از اینجور حرفا. خب کلماتی رو هم که شما میخوای استفاده بکنی اونم زیاد مهم نیست، به خاطر اینکه کلمه ای موقعی مردم قبول میکنن که تصویری که همراش باشه دوست داشته باشن. یه آدم بد قیافه هر چی بگه نمیشه، ولی یه آدم خوش قیافه هر آشغالی بگه قبوله. خیلی زاده، خیلی زیبا. اینو میگن مردم عقلشون به چشمشونه، بعدم گوششون هم به عقلشونه، در نتیجه عقلشون به چششونه، پس گوششون به چششونه، یا برعکس، چششون به گوششونه، گوششون به عقلشون، عقلشون به چششونه. خلاص از این حرفا زیاده. خب حالا میخوایم ببینیم از شما بپرسیم که کلمه جواد اصلا یعنی چی؟ از کجا آمده؟ یه نفر یه چیزی گفت، من نمیدونم صحیح باشه یا نه، خودم اصلا نمیدونم از کجا آمده، شما با ما بگید. شوی پرچونه بفرمایید. آه قد شد مثل که. خب الان میتونید زنگ بزنید شما تلفن استودیو. آه اوکی باشه. برای تبلیغات در آمریکا 310-896-7524 و میخواییم ببینیم که شما چی میگید راجع به این که
جواد چی هستش و چجوری اصلا کلمه جواد در اومده. خب همونجوری که گفتم در رادیو 24 ساعته پرچونه ما هفته پیش یه برنامه لایو از لاس وگاس داشتیم. برنامه‌مون در واقع قرار بود روز جمعه انجام بشه که متاسفانه سیستم اینترنت هتل طوری نبود که اجازه بده برنامه لایو برادکست بشه. اینترنت بود ولی اجازه برادکست لایو رو نمیداد و مشکل بود. خلاصه حلش کردیم و بر صورت یک شنبه برنامه رو اجرا کردیم و میدونید که هر ساله تمام ایرانیان غیر مسیحی و یک تک توک مسیحی هم قاطیشون هست البته میرن برای کریسمس به لاس وگاس و میلاد مسیح ره با گالون 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 ویسکی، شراب، کووازیه، جانی واکر، سمیرنوف و دوباره که رفتی گریگوس و بقیه مشروبایی که خودتون کهنه کردین همه رو همه اونجا دارین جشن میگیرن و احترامی میذارن به میلاد مسیح و مست میکنن و پوکر استخدام میکنن و قمار بازی میکنن و های دو تا کنسرتی هم حالا اونجا هست، معلوم نیست خواننده‌اش کیه، خواننده قرار بود بیاد نمیاد، یکی دیگه جاش میاد، هنوزم موفقه. چرا؟ بخاطر اینکه کسی واسه خواننده نمیره. هرچی من میگم آقا کسی واسه خواننده اونجا نمیره، شما فکر میکنید من از خواننده بدم میاد. از خواننده بدم نمیاد، من خودم موزیسینم، خودم بند دارم، خودم گروه دارم، داستان این نیست، بلکه کنسرت رو مردم میرن همدیگه رو ببینن، کنسرت واسه خواننده نمیرن. دو تا از این کنسرت هایی که اونجا بود، اونجا دفعه رفتیم دیدیم نوشته آقای فلانی امشب نمی آید، فردا شب می آید. کشکیتر از این میشه که یه کنسرتی باشه مردم از جاهای مختلف یه کشور یا بعضیشون خارج از کشور میان که کنسرت ببینن و بگن خواننده‌اش امشب نمیاد، فردا شب میاد. حالا شما بفرمایید دختربازیتون بکنین اونجا فعلا، حالا مشروبا که هست، شرابا که هست، دخترها که هستن، ماشینای قمار هم که هست، حالا یه دلینگ دلینگ هم میاد دیگه. کسی نمیاد بگه ویولونیست گروه مثلا زولبیا چه ویولونیستش نیومده آقا. همچین کشکی رو شما به عمرتون هم نخواهید شنید. 17 نفر قراره بیان اونجا بخونن، هر کدوم شما 3-4 نفر نوازنده و کیبورد آپراتور و اینا با خودشون هست و 4-5 هم رقاص اونجا هست دارن میرقصن، حالا هر کدومشون اومد نیومدم آدم ها کارشون انجام میدن، اینو میگن کنسرت. خلاصه این داستان میلاد مسیح هست، میلاد با سعادت مسیح هست که غیر مسیحیان چون لاس وگاس موقع جمع شدن رو کریسمس میرن اونجا، مسیحی ها هم خونه خودشون هستن و با خانوادهشون میلاد مسیح رو جشن میگیرن، به محض اینکه ایرانی ها و عربا و هندی ها غیر از مسیحی هاشون رفتن لاس وگاس تحکرن، یه های مینی سفید پوستا اومدن، مسیحی های دیگه اومدن، آمده میشن برای سال نو جشنشون رو گرفتن، میلاد مسیح حالا اومدن سال. و خب اصلا داستان لاس وگاس ما به این صورت هستش که شما هر سال میشنوید لاس وگاس و اینا جشن میلاد مسیح هست، همینجوری که عرض کردم. خب تلفن بگیریم یا نگیریم؟ قطع مال ما نیست. خیلی خب عرض شود که بله، برای گرفتن گیتار مجانی برای کسایی که دوست دارن آموزش گیتار داشته باشن، آموزش خصوصی گیتار در لس آنجلس، کالیفرنیای جنوبی، اورنج کانتی، پامونا کانتی، به خصوص اخیراً ما تعداد معلمینمون رو در اورنج کانتی اضافه کردیم و یه پروموشن بزرگتری رو در اورنج کانتی داریم ران میکنیم که کسانی که در اورنج کانتی زندگی میکنن، ایرواین، سیتی آف اورنج، لاگونا بیچ، لاگونا نیگل، پایین تر التورو، لیک فورست و محدوده، اگر برای گرفتن برای درس خصوصی گیتار، کلاس‌های خصوصی گیتار با ما تماس بگیرن، یک گیتار و یک امپلیفایر مجانی هدیه میشه. معمولا یک دونه گیتار هدیه میدادیم از طرف معلمین گیتار نیروان، ولی الان پروموشن مخصوصی هست برای اورنج کانتی، ایرواین و شهرهای اطرافش، سیتی آف اورنج همونجور که گفتم، لاگونا بیچ، لیک فورست و بقیه، تا حتی جنوبتر سان کپسترانو و این محدوده. کسانی که برای کلاس‌های خصوصی با ما ثبت نام بکنن
یک گیتار الکتریک و همچنین یک امپلیفایر مخصوص اون گیتار الکتریک جز هدیه این کلاس ها هستش که کلاس جلسه اولش هم برای آشنایی هستش و مجانی هستش. تماس بگیرین لطفاً با اون شماره وسطی که تبلیغات در آمریکا هست 310-896-7524 به شما اطلاعاتش رو در این مورد میدیم که گیتار مجانی رو چطور میتونید تهیه بکنید سر تا سر کالیفرنیای جنوبی و ضمناً در اورنج کانتی اسپسیفیکلی پروموشن که هستش که هم گیتار و هم امپلیفایر به شما تقدیم میشه. بندم یکی از معلمین گیتار هستم که سبکای جاز، پاپ، راک، کلاسیکال راک، هیوی متال، موسیقی ایرانی، پاپ و سبکای دیگر رو به شما تدریس میکنم با سالها تجربه. تمام معلمای مدرسه گیتار نیروان در هر حدی که شما باشید و در هر سبکی که باشید بر صورت ما معلمینی داریم که بتونه شما رو تقویت بکنه. کلاس های خصوصی گیتار همراه با گیتار مجانی و ضمناً آمپلیفایر برای اورنج کانتی 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. بله عرض شد که خیلی کلمات هستش که تو زبان ما وارد میشه، این کلمات زمانه رو نشون میده. مثلا دوران پدر من مثلا میخواستم بگن یه چیزی خیلی خوب و باحاله نمیگفتن خیلی ریلکس، الان میگن خیلی ریلکس. موقع میگفتن جوسته. جوست باز نگاه میکنی جوست باز معلومه که از کلمه جاست اومده. آقا کنسرت اون بیرون؟ کنسرت اونجا؟ عرض شد که خب ولی همیشه نگاه میکنی این کلمات از یه جایی گرفته میشه. مثلا این آقا زنگ زد گفتش که کلمه جواد از جوادیه در اومده، ولی این بازم حرف به نظر من حرف جالبه که کامل چی میگن عمومیت داشته باشه نیست. چرا که تو جوادیه که خب همه که اون شلوارا رو نمیپوشن که، یا همه که اون پیکانا رو ندارن، ولی خب یه چیزی از یه جایی در اومده بهش میگن استریوتایپ. ممکنه یه سری افرادی اونجا باشن مثلا اون شکلی رفتار کنن، ولی خب همه آدمای جوادی که تصویر نمیچرخونن که. تو سرچشمه هم که من زندگی میکردم تصویر بچه‌ها میچرخوندن. خیلی خب شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. قد شد تو سرچشمه هم که من زندگی میکردم مردم تصویر میچرخوندن، زنجیر میچرخوندن، دعوام میکردن، شلوار هم اونجوری هم میپوشدن. اصل قضیه اینه که اون کلمه هر نسلی که میاد برای خودش میخواد فرقش رو با دیگران نشون بده، ضمن این که حرفای پدر مادرش رو زیاد اهمیت نمیده و میخواد خودش تجربه کنه و میخواد خودش فهم کنه اون حالیشون نمیشه و فقط این حالیش میشه و مثلا سنش یا 14 ساله مثلا فهم کنه که این حالا همه چی فهمیده، پدر مادرش نمیفهمن و اینا میخوان جلوی تفریح اینو بگیرن و همه این مسائل. یه جوری هم باید خودشون نشون بده، همش میگن we want to make a difference, we want to make a world a different place, we want to make a world a different place و این کلمات در میاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. همه اول اومدن اول استوتلا میگشتن، بعدم مرتب دیوشتی کلاب همه زناشون خوابونده بودن اومدن اونجا. خب من میگم که عزیزم، من همه ایرانی از این برمان بردی که نمیدونم به این دخترها نمیرستیدن و درمانش دو ایرانی بود و میگم کانسل همش باز بازیه، همه زناشون خوابونده بودن بعد اومدن تو کانسل. هایی که میگم ایرانی که خرم نمی کنه با اومدن استریپ کلاب با این مجانی ها. استریپ کلاب مجانی ها؟ استریپ کلاب مجانی هم هست اونجا؟ آره بابا جان، هر مجان تو خیابونا میدم بعد داری تو خوبا خرد بکنی، خرد هم نمیکن. بعد چجوری؟ بعد چجوری این استریپ کلاب هایی که مجانی هستن چجوری پولشون در میارن؟ خب با لیموزین میارن، خب دیگه میری اونجا دیگه قرنی میشن، بعد دیگه بعد خرج میکنن یه لبدستی چیزی بگیرن دیگه، اون موقع پول تو اونجا اونجا هست. خب برسید ان شاءالله که شما در میلاد مسیح بهتون خوش گذشته باشه و جشن گرفت. بابا ما تو استرا با میلاد مسیح حال کردیم. دمت گرم. میلاد مسیح هم اومده بود اونجا. دمت گرم. خداحافظ. خداحافظ. بله آقا بده.
اینقدر بی خودی مسیح و قاطع این قضیه نکنه. اون مسیح پیغمبری تاریخ تولدی داره، شما داری میری اونجا که استریپ کلاب، داری میری اونجا مجروب، داری میری اونجا قمار، چرا به میلاد مسیح وصلش میکنی که روزهای کریسمس ما میریم اونجا؟ چقدر ایرانیان واقعا کریسمس ره ارزش قائلن بسش، کریسمس داریم میریم. فرق میکنه، استریپ کلاب همیشه اونجاست، ولی برای کریسمس اگه بری یک قداست دیگه ای داره، یک رقص بهتری میکنن استریپر واسه. خلاصه هر شبت که آره، داستان کلمات مثل جواد و اینا، با این که البته هر کس هر کسی بپرسی یه چیزی برای خودش، یه بیوگرافی تاریخچه‌ای واسه هر کلمه هست. حالا میگن جواد مال جوادیه است، یا دیگه فلان مال فلان جاست، ولی اصل قضیه از اونجا میاد که طرف میخواد فرق خودشو با نسل قدیم خودش نشون بده و بگه من آدم کول و جدید و باحالی هستم که با این پریپاتالای این نسل قبلی من فرق دارم، و چون فرق دارم باید کلمات مخصوص خودم هم استفاده کنم. نمیشه کلمات راحت مثلا کلمات نسل قبل استفاده بکنی، بخاطر اینکه خیلی از آدما واقعا خیلی که چه از کنم، اکثریت غریبه به اتفاق بجز یه سری خیلی معدود و محدود، واقعا اصلا نمیدونن تغییر یعنی چی، تحول یعنی چی، که تا بخوان تحول چجوری بخوان برگزار بکنن. مثلا فرض کن همین میدیای ایرانی رو نگاه کن، الان 30 سال میدیای ایرانی داره تو آمریکا داره واسه خودش چلپ چلپ میکنه، تو آب مثلا آدمای شناگر دیگه چلپ چلپ افتاده. یه انقدر شما تغییر توی میدیای ایرانی از مسخره بازیای فیلمای فروزان و فردین و ناصر ملک مطیعی و نمیدونم شهلای فلانی اینجوری رو نشون میداد، اینا یه ذره شما فرق دیدین؟ انقدر شما فرق دیدید تو میدیا ایرانی؟ تغییر تحول اکثر آدما نمیدونن یعنی چی. اون آدمایی که تغییر تحول کردن، اولین کاری که کردن نسبت به میدیا ایرانی که فرار کردن ازش. یه احمقایی مثل منم موندن، همش دارن الکی دارن واق واق میکنن به یه دیواره. هرچی واق واق بکنه که عقب نمیره، تبدیل به صحنه سینما نمیشه که، دیوار گچیه. ولی خب بعضی مثل من کلاتون گچ حالیشون نمیشه که واق واق کردن به دیوار چیزی رو از درون دیوار عوض نمیکنه. نگاه کن تمام میدیا ایرانی، تغییر شما درش میبینی؟ هیچ چیزی در میدیا ایرانی تغییر کرده؟ تمام موزیکا رو نگاه کن، ویدیوها رو نگاه کن، همون پر و پاچه نشون بده و برقص و خم بشه و از پشت خم بشه و حالا مثلا لباساش چون لباسای مدل 2005 و 6 و 2010 با لباسای مدل 1970 خود فرق میکنه که فیلمای فردین و مثلا فروزان و اینا رو درست میکردن، ولی همون داستانه. تو و خیال میکنم چون تحول دارم ایجاد میکنم، موقعی که میخواد اون دختره اینجوری بپره که من میخواد پاشه نشون بده، با یه دوربینی با 3 زاویه میگیره، این تحول میشه. اینا مثلا اون کلمه جواد میمونه. یا مثلا فرض کن موزیک میخواد موزیک پاپ بکنه، طرف که موزیک پاپ که حالیش نمیشه که، پاپ بلدم نیست بنویسه این سه حرفی رو، ولی خب میگه خب یه کیبوردی اومده که دکمه هست میزنی یه صدایی میده، این صدا با صدای کمونچه و تار و عود یه خود فرق داره صداش. اگر من انگوش بزنم به کیبورد صدای ارکستر سمفونی در بیاد، پس من تحول در موسیقی ایجاد کردم. اینا همه جوادا هستن. جوادی که شما میگی جواده، جوادای میدیا و جوادای موسیقی هم شما دقت کنی همون سیستم رو میری جلو، میخواد تحول ایجاد بکنه، ولی مثل کسی مونه که افتاده تو آب داره چلپ چلپ میکنه. خط سر بگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. خوب هستی؟ مرسی بفرمایید. میخواستم تشکر کنم بابت برنامه خیلی قشنگتون، و میخواستم بگم در مورد جواد، کلمه جواد که همون به قول معروف فتح‌اللهی که قبلا به طرف میگذارم فتح‌الله، الان جواد میگن. بعد من از این کلمه خیلی خوشم میاد، وقتی که شما گفتی خیلی خوشم شدم، گفتم و خیلی جالبه که این کلمه رو الان به کار بردید و از دوستان میخواین که در مورد حالا فتح‌الله و جواد یعنی چی؟ مثلا فتح‌الله و جواد یا هر چی که میگن یعنی چی؟ مثلا جواد معمولاً به اون کسی که خزه، خزه میگه از کلمه‌ای بازم من نفهمیدم، بدتر شد خز. خز و جواد مثل همه.
بله، وقت چه معنیش چیه؟ میشه به فارسی قدیمی واسه من توضیح بدی که من بفهمم؟ فارسی مدرن استفاده نکنم. رو مود نباشه، یه مود چیزی که قشنگ نباشه رو میگن مثلا خزه، طرف خزه. مثلا طرف یه شلواری پوشیده مثلا مدل امسال نیست، یا مثلا آره میشه تقریبا یه چیزی که قشنگ نباشه زش باشه میشه گفت جواد. ما خودم از این کلمه خیلی استفاده میکنم و خیلی خوشم میاد. کلمه خیلی مردمیه، چون مثلا خز ممکنه 45 تا معنی داشته باشه. بله دقیقاً همینطور. به هر حال خیلی ممنون از برنامه قشنگتون. ولی مرسی، ولی هم میگن که طرف خودش جواده، هم میگن جواد لباس پوشیده، هم میگن جواد حرف میزنه، هم میگن کارهای جوادی میکنه، ها؟ دقیقاً همینطوره. یه چیز دیگه میخواستم در مورد خودتون بگم، خیلی خوشم میاد که آدم روکی هستی، خیلی دوست دارم. من خودم هم همینه خیلی دوست دارم. مرسی. از کجا زنگ میزنی؟ من از سیاتلم. سیاتل بیبی. خب رادیوی 24 ساعته ما رو که گوش میدی؟ بله یادت نره جمعه میخوایم، جمعه ظهر به وقت لس آنجلس میخوایم راجع به این که دخترها چجوری میپیچونن بابا رو و میرن سراغ دیت و چه دروغایی میگن به باباشون و مامانشون، میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. بله حتما گوش میکنم. قربونت برم، مرسی از زنگ. زیاد نتونستم بابامو بپیچونم. شاید لازم نبوده. آره دقیقاً. شاید لازم نبوده، روش های دیگه داشتی. حالا گاهی اوقات مامان بابا یه خود امروزی هستن و میشه باهاشون مسائل کنار اومد، ولی عموم مامان باباها باهاشون نمیشه کنار اومد که من میخوام برم با دوست پسرم، الان ما میخوام برم دو شب خونه با دوست پسرم لاس وگاس. نمیشه کنار بیای باش. یا دوست پسرم تو خونش هست. آره من مثلا بهت میگم من دوست پسرم تو خونش هست و الان ما 2.5 سال با هم رابطه داریم، الان هم میخوام برم خونهشون، هم غذا درست کنم، فیلم نگاه کنیم و هم کارهای دیگه بکنیم، ساعت 8 و 9 شب برمیگردم. معمولا تو کت مامان بابا این حرف نمیره. خصوصی ایرانی ها. بله آره. و ما میخوایم، ولی چون ما میدونیم که درصد خیلی خیلی بالایی از دخترها دارن این کار رو میکنن، ما میخوایم در رادیوی پرچونه به باشون صحبت بکنیم، ببینیم که چه کلک هایی میزنن، چه بهانه هایی رو به قول معروف چی دودر میکنن میرن بیرون. بله خب اون موضوعی دودر کردن اصلا خودش یه مزه دیگه داره به قول معروف. مثلا چی یعنی؟ مثلا که دختر که اگه بتونه پدر مادرش رو دودر کنه، مزهش بیشتر از اینه که میگن دودر کرده. آه یعنی اگه راحت بهش راحت تر بودنش خوب نیست، همین که دودره میکنی مزه دیگه ای داره. آها هواتو دارم، فهمیدم چی میگی. حالا انشالله مفصل اینو پس شما یه لطفی بکن، برنامه ما جمعه ظهر هستش بین 12 تا 2 جمعه، شما زنگ بزن اینجا، نمیخوایم راجع به این زیاد صحبت بکنیم که برنامه ما اونجا خراب نشه، ما میخوایم برنامه ساعت 10 تا 12 اگه لطف بکنی و به رادیوی پرچون زنگ بزنی ازت ممنون میشیم. قربان شما، مرسی، خدا نگهدار. مرسی ممنون. بله عرض که برای گرفتن گیتار مجانی در لس آنجلس و کالیفرنیای جنوبی کلاس‌های خصوصی ما داریم در مدرسه نیروان که شما میتونید هم کلاس به طور مجانی امتحان بکنید ببین اصلا به درتون میخوره یا نه، و در سطوح مختلف و سبک‌های مختلف ممکنه فرض کن مثلا شما موسیقی رقص ایرانی میزنید ولی خب میخواید بهتر بشه، یا فرض کن پاپ میزنید یا فرض کن راک میزنید ولی میخواید بهتر بشه، 3 سال تجربه دارین، یه چیزایی میدونید، چیزایی نمیدونین، همه ما اینطوری هستیم، یه مقدار تجربه داریم، چیزایی میدونیم، چیزایی نمیدونیم. با مشورت با معلمان مدرسه گیتار نیروان شما میتونید هم ضمن که یه گیتار مجانی هدیه میگیرین، کلاسای خصوصی رو تجربه بکنید، ببینید شاید بتونید بهتر و بهتر بشید. برای مبتدی هم جای خوبی هست مدرسه ما، به خاطر اینکه کلاسای خصوصی است، معلم‌ها به محل شما میان و روش تدریس ما آکادمیک هستش، یعنی الکی نمیگه انگشتو بذار اینجا این میشه، این آکورد اینجوریه، انگشتو بذار اینجوری میشه، نوتو یاد میگیری، ریتمو یاد میگیری، اصول موسیقی رو یاد میگیری، ضمن اینکه آهنگارم که یاد میگیری، اگرم هر چی آهنگم خودت خواستی میتونی خودت بعدم بزنی با توجه به اصولی که یاد میگیری و در زمان کوتاه. این تلفن رو اگه لطف کنید دوستان بذارید برای گیتار مجانی، مدرسه گیتار نیروان 310-896-7524 شما تلفنش هست، 310-896-7524 کلاس خصوصی گیتار همراه با گیتار مجانی. پروموشنی ما داریم در اورنج کانتی
تمام شهرهای اورنج کانتی که شما میتونید اگر این کلاس ها رو استفاده بکنید هم گیتار مجانی هدیه بگیرید، گیتار هدیه بگیرید، همین که یک امپلیفایر که بتونید قشنگ صدای راک و هیوی متال هم از توش در بیارید برای پروموشنی است که ما در اورنج کانتی داریم. بله بر صورت خط بگیریم، بازم میتونیم خط بگیریم. بله داشتیم صحبت میکنیم راجع به این که کلماتی مثل جواد، خز، نمیدونم دودر و امثال این، اینا کلماتی هستن که ورودش تو زبان از بیسوادیه و چون بیسواد از بیسوادی میاد این کلمه از خود تجربه در میاد و چون این کلمه از خود تجربه در میاد بسیار سریع پذیرفته است. خطی رو بگیرم باشه. گوشی خدمت نگهدار، گوشی نگهدار یه لحظه، قطع نکن لطفا. چون از خود بیسوادی در میاد با کلمه با احساس خودش درست میشه و چون با احساس خودشون کلمه درست میشه به راحتی پذیرفته میشه توسط افراد مختلف. خیلی کسا اصلا کلمه رو استفاده میکنن اما بیسوادی هم نیستن ولی خوشش میاد بگه یارو جواده. نمیتونه بگه یارو کلاس نداره یا بگه یارو عقب افتاده است یا بگه یارو مثلا اونه از هر معنی که تو جواد هست. یارو مثل که چیز نیست، به روز نود، به مد نیست، به روز نیست، یا رفتاراش لوسه یا داره خیلی طرف آدم هولیه یا مثلا قاطی کرده، اینا نه، باید بگه جواده یا خزه یا نمیدونم اونه اینه. خب چون کلمه میگن آنچه از دل برایت بر دل نشیند، یه آدم واسه خودش این کلمه رو اختراع کرده گفته خز، یعنی خزه یارو خیلی خزه والا. خب در نتیجه اون طرفی هم شنیده هر چی دیگه خوش نیاد این خزه، معنی خزم 3 میلیونه، هیچ کدومش هم در دهنه هیچ کدومش هم نمیتونه بگه واقعا این معنی کلمه است، اون چیزی که اون احساس میکنه میگه. یعنی بهش میگن استریت لنگویج یا سلنگ و خودش هم که البته یه جواد اساسیه، خود اسلنگ خودش اصلا یعنی جواد و خز و همه اینا رو هم قاطی کن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بهروز هم چطوری؟ شبت بخیر. مرسی، بفرمایید. خواستم بگم من الان به یه دوستی زنگ دادم، به یه آقایی تو ونکوور، میگم خب تجربهش بالاتره، مثلا 50 سالشه، میگم برنامه داره میبینم راجع به اینکه جواد یعنی چی؟ میگه جواد همون هوشنگ میگه. این جواد چه هوشنگ چیه؟ راست میگه. اینم من شنیده بودم چند سال پیش. جواد همون هوشنگه، راست میگی. من میگه همون سهیلا، همون عبدالله. میگم بابا بی خیال. میگم جواد چیه؟ تو داری قضیه بدتر شد. حالا بعد چند تا واژه چیز کنیم اصلا نمیدونی یعنی چی. هیچ دیگه همین آدمایی که یه موزه هستن و اینا رو میگن جواد. گفتم مرسی زیالا هوشنگ و جواد و سهیلا و عبدالله. آره. از تا اسم افتش. آره مثلا میگفتن از دیگه این دودر کردن هم این همه شجه به دختران نیست. آقایون هم همین کار میکنن. من میرفتم نایچلا دو سال پیش، میرفتم یه جایی که همیشه مردای ایرانی به زناشون میگفتن ما رفتیم مثلا رو انده تاکسی تاکسی مسافر رو بریم اونجا بودن همه. پس خوبه، شما خیلی حوازه دارم. پس شما یه داد کن تو برنامه پرچونه به ما زنگ بزن 12 ظهر جمعه. خب از روی پرچونه دات کام رادیو رو میتونی بگیری، رادیو 24 ساعته رو، از اونجا برنامه رو که گوش میدی به ما زنگ بزن، تلفنم که همینه، اعلام میکنیم همیشه و به ما داستان دودنه کردن اونجا مفصل واسه همون تعریف کن. باشه حتما. مرسی از لطفت، ممنون از تلفن. مرسی قربانت، خدافظ. بله دوستان عزیز، ویزا کارت میشه که نوشه ویزا کارت، این در ایران شما میتونید اینجوری کارت ویزا بخرید. خرید و فروش کارت ویزا چیز قانونی هستش بدون هیچ مشکلی. شما یه کارت ویزا می‌خرید، ضمن اینکه همه کارهای مختلف رو می‌تونید خریدار رو باش انجام بدید، ضمن می‌تونید وقتی به هاتلاین پرچونه تماس می‌گیرین میگه شماره کارت کریدیت کارتتون رو وارد بکنید، شماره اون ویزا کارت رو که اینجا زنگ زدی خریدی اونجا وارد می‌کنی و یه چند دلاری هم به رادیوی پرچونه کمک می‌کنی. برنامه 24 ساعته رادیوی پرچونه همونجوری که می‌بینین 24 ساعته هستش و روزهای جمعه، در واقع جمعه ظهرها برنامه زنده داریم که برای ایران جمعه شب میشه و یکشنبه شب برای اینجا ما برنامه داریم ساعت 10 شب
در رادیو فورچونه به وقت لس آنجلس که در ایران در صبح هستش و خب برای آمریکا دیگه شب و موقع خوبی هستش. جزء گروه فیسبوک ما بشید، جزء گروه یاهوی فورچونه بشید، وقتی به وبسایت فورچونه میرید میتونید راحت اون اینفورمیشن اونجا هست عضو بشید و ضمناً رادیو رو هم گوش بدید. و اینم هاتلاین فورچونه است، هاتلاین فورچونه هست 712 432 4242 که دقیقه $2 و از ایران دقیقه $1 هزینه تماسش هست. با ما تماس بگیرید. ممنون از همه توجهتون. به زودی ما برنامه های فورچونه رو داریم قشنگترش میکنیم و مهمان های خوبتری خواهیم داشت. خوبتر که چه از من هرکی بیاد خوبتره دیگه. به خاطر همین یادتون باشه چهارشنبه شب به وقت لس آنجلس ساعت 8 تلویزیون امید ایران رو از دست ندید. ممنونم از تلویزیون امید ایران که این شرایط برای ما گذاشته که ما بتونیم شو پرچونه رو، رادیو پرچونه رو و این شرایط رو به گوش شما برسونیم. کلاس های خصوصی گیتار، گیتار مجانی و در اورنج کانتی گیتار و امپلیفایر مجانی برای دوستداران گیتار جزء هدیه‌های پروموشنال مدرسه ما هست. 310-896-7524. خدا نگهدار تا هفته آینده چهارشنبه شب ساعت 8 به وقت لس آنجلس.